عرض سلام. ادامه بحث اتوماسیون شبکه رو انجام میدیم. خب سیستم لینوکس رو که دیدید به چه صورت نصب میشه. برای اینکه بتونیم یه سناریوی ساده داشته باشیم، میایم به یک سویچ لایدویی بابت کار منیجمنت اون اضافه میکنیم، اسمشو میذاریم منیجمنت سویچ. حالا 8 هم پورت براش میذاریم. ببخشید من این رو لای دوی بذارم. به صورت مثال یک سویچ دیگر رو هم ما میایم اینجا اضافه میکنیم، فقط جهت اینه که شروع کنیم استپ به استپ مراحل رو بریم بالا. برای اینکه ما اینجا اینترنت نیاز داریم برای آپدیت کردن دیوایس لینوکسمون، حتما باید یه دونه کلاود وصل کنیم. کلاود عین به قول معروف تامین دهنده بحث اینترنت ماست که کانکشنمون به اینترنت رو فراهم میکنه، ارزم به حضورتون. و در این حال مثل یک DHCP سرور هم میتونه به ما چیکار بکنه؟ IP بده. پس ما یک کلاود هم اینجا میذاریم. حالا دیوایس ها رو میایم شروع میکنیم وصل کردن به بخش منیجمنت. اوکی. خب اوکی، سیستم رو حالا روشن میکنیم. یه دیگه هم معمولا طول میکشه تا به خصوص سیستم اوبونتومون بیاد بالا. من کلیک میکنم بازش بکنم. همچنین سویچمون رو. خب سیستم بود شدش. من میام اینجا، معمولا کاری که میکنم اینه که ترمینال رو چون دم دست زیاد نیاز داریم تو فیوریت میکنم اینجا داشته باشیم. ببینید وقتی ما سیستم رو ران کردیم و لینوکس رو وصل کردیم و به کلاود وصل کردیم، اتومات خود دیوایس لینوکسمون یک IP از DHCP سرور ما میاد میگیره که ما میتونیم چیکار کنیم. بیایم در این قسمت و این قسمت اینجا توی قسمت کانکشن میتونیم اون IP رو چیکار کنیم، ببینیم IP که گرفته چی هستش. یکم عذرخواهی میکنم، سیستم من یکم کند هستش برای این کار. خب بله، میبینید اینجا اومده این IP از کلاود گرفته. پس 192.168.23.129 IP که گرفته و DNS و دیفالت گیتویشه که گرفته. ما میتونیم بیایم اینجا توی IPv4 همین IP رو منوالی چیکار کنیم، همینجا اد کنیم که این IP چی باشه، به صورت فیکس داشته باشیم. هرچند هر وقت که سیستم هم روشن کنید این رو دیگه رزرو میکنه، اتومات به این دیوایس میده. پس فراموش نکنید IP ما رنجش رو باید نگاه کنید ببینید چی هستش. تا این کار رو که داریم انجام میدیم، برای اینکه ما این IP رو نیاز داریم، میریم توی بخش سویچمون. از این سویچ
ما باید IP تو همون رنجی که دیوایس لینوکسمون گرفته و DHCP سرورمون داده چیکار کنیم؟ ست بکنیم. پس من میرم توی configuration interface گیگ 00 no switch port چون لایسه ای هست این سویچ. اوکی بعد خب حالا میتونیم IP address بدیم 192.168.233. اون 129 بود، اینو میدیم 130 بلفرض. سابنتش هم بزنم. اوکی و میایم بیرون. کاری که میکنیم اینه که یه چک بکنیم ببینیم که ما میتونیم پین کنیم به اون یکی دیوایسمون. 192.168.233 129 بود. یک بار دیگه پینگو میزنیم و میبینید دیگه ساکسس شد. پس ما دسترسی داریم. همین کار رو روی سیستم مقابل میکنیم. من اینجا رو یه رایت میزنم در سیستم اوبونتومون. ببینید چون ما اینترنت رو الان به اوبونتو وصل شده، اگر آپدیت خواست حتما آپدیت ها رو چیکار بکنید انجام بدید که همه ورژن هامون به روز باشه، مخصوصا پایتونی که نیاز داریم و بقیه آپشن ها. شما میتونید با دستور sudo apt get update اینجا توی ترمینال هم بزنیم و دیوایس هایی که لازمه چیکار کنیم آپدیت کنیم، که حالا فعلا ما این کار رو نمی کنیم. این رو شما انجام بدین چون زمانگیر هستش. فقط تستی که میخوایم الان بدیم اینه که پینگ کنیم ببینیم آیا ما پینگ داریم به اون دیوایسی که ست کرده بودیم. ببینیم به 130 میبینید که ما اینجا میتونیم پینگ بکنیم، درسته؟ خب تا اینجا همه چیزمون مرتب هستش. ببینید نیاز دارید حالا شروع کنیم برای نوشتن برنامه. شما چند تا راه دارین که فایل پایتون رو بنویسید. خب یکیش بیس وی ام آی هستش که لینوکسی هستش. شما باید حتما ماژول های وی ام آی نصب بکنین روی سیستمتون. حالا بالفرض مثلا من میخوام یک برنامه تلنت بنویسم، telnet.py می نویسم و با وی ام آی می سازم، ولی خب کار با وی ام آی ممکنه یه مقدار براتون سخت باشه. خود توی در اصل پایتون ما نانو ادیتور خیلی راحتیه. من میزنم سری telnet.py و به راحتی چیکار میکنم، یه فایل برام باز میشه که میتونم اینجا تمام پروگرام پایتونم رو چیکار کنم بنویسم. پس من خودم ترجیحاً این رو میدم. راه های مختلفی هست، این دیگه سلیقه ای هستش. خب ببینید برای شروع یه کار بیس خیلی ساده من فایرفاکس رو باز بکنم. فعلا این رو مینیمایز میکنم. خب میام توی گوگل می نویسم تلنت پایتون اسکریپت و سرچ میکنم. مثلا همین لینک اول که اومده رو چیکار میکنیم؟ باز میکنیم. این برنامه بیس ابتدایی تلنت هستش که به صورت پایتون هست. میام پایین و اینجا برنامه رو چیکار میکنم؟ کپی و پیستش میکنم در فایل پایتونی که توی ترمینالمون باز کردیم به اسم تلنت. خب تا اینجا رو شما زحمت بکشید انجام بدید تا ادامه کار رو با هم توی مرحله بعدی دوباره ویدیوی جدید ادامه کار رو انجام بدیم. مرسی، روز خوبی داشته باشید.